یک از خوراک فروشی های مندوی کابل است. روز محمد که کارگر است برای خرید هر هفته به این بخش کابل می آید. این مرد می گوید که بهای مواد خوراکی نسبت به هفته پیش افزایش یافته است. قیمت ها از هفته پیش کده در حال حاضر قیمت هایش بالا رفته. خب کل اگه غریب بیچاره است اگه از کجا کنه؟ چه قسم پیدا کنه؟ یعنی من خودم کارگر هستم. از کجا پیدا کنه؟ یعنی من چیز کم یک 5 ماه که بیکار هستم. از 5 ماه چیز کم یک ماه 15 روز کار کردم. محمد جان که 22 سال است در مندوی کابل خوراکه می فروشد، علت افزایش بهای مواد خوراکه را افزایش بهای دلار می گوید. آرد پاکستانی کلدار بلند نشده، در نرخ خود است 1060 روپیه 1070 روپیه یک بوجارد است، اما آرد قزاقی که به دلار است، دلار نرخش بالا رفته 1080 روپیه بود، 1130 روپیه 1140 روپیه است. مثال یک پیپ روغن بود 1050 روپیه، حالا است 1070 روپیه. روز محمد با وجود افزایش در بهای مواد خوراکه ناگزیر خریدش را انجام می دهد. وی در این خانه کرایه با برادر، مادر و همسر و یگانه فرزندش زندگی می کند. وی که خودش کارگر است، مادر 75 سالش بیمار روانی است و برادرش نیز می گوید که یک سال پیش موره های کمرش آسیب دیدند و کنون نمی تواند کارهای سنگین انجام بدهد و پول نیز در اختیار ندارد که خودش را درمان کند. شفاقانی دولتی بود، شاگرده که عمل میکنه گفت 5 درفه میگیره، گفت 18 درم پیدی دوایت میشه، گفت 23 درفه. همسر راز محمد که فرزند شیرخوار نیز دارد میگوید که بیشتر وقت ها مواد خوراکی بسنده در خانه نمی باشد. این یک شای بامی پخته میکنیم، زیادترین چیز آرد، برنج، ریغانی چیزا نداریم. خانواده های همچون راز محمد با افزایش بهای مواد خوراکه در آستانه ماه رمضان با مشکلات بیشتر روبرو می شوند.